انسان به طور طبیعی یعنی قبل از اینکه از هدایت الهی و انبیا استفاده کرده باشه، به طور طبیعی وقتی نعمت و خوشی براش پیش میاد خیلی شاد و خرم و مسروره. وقتی مصیبت و گرفتاری براش پیش بیاد، حالا انواع مصیبت ها، بیماری باشه، فقر باشه، داغ عزیزان باشه، مشکلات دیگر طبیعی، نمیدونم، سیل، زلزله و چیزهای دیگری که در دنیا اتفاق میفته، به طور طبیعی آدم وقتی با اینا مواجه میشه ناراحت میشه و کمابیش شکایت میکنه، جزع و فزع میکنه. این مطلب در خود قرآن کریم تصریح شده که مقتضای خلقت طبیعی انسان همینه. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا. آدمیزاد در آغاز خلقتش، یعنی خلقت طبیعیش، همینه. اگه مشکلی براش پیش بیاد، گرفتاری، ناراحتی، زبان به جزا و فزع باز میکنه و گله و شکایت و نق میزنه و این طرف و اون طرف. این چه وضعیه و این چه زندگیه؟ ولی اگر نعمتی هم خدا بهش بده، فراوان هم باشه، سعی میکنه این نعمت ها را برای خودش حفظ کنه و خودگزین باشه، منع کنه از دیگران. هم طبعا بخیل آدم، هم بخیل و هم اهل جزع و فزع است. مجموع این دو صفت حلوع گفته میشه. در روایات هست که سوال کردن حلوع یعنی چی؟ فرمودن اون دو تا عبارت بعدیش تفسیرشه: اذا مسه الخیر منوعا و اذا مسه الشر جزعا. این حالت طبیعی انسان. انبیا که اومدن انسان را هدایت کنند، شاید بعضی ها هم که عقل‌های خیلی قویی دارند و از یک فراست‌های خدادادی خاصی بهره‌مند هستند از اولیای خدا، اونها هم خود به خود این مقتضای خلقت طبیعی را تغییر بده، یعنی تکامل پیدا کنند. فراتر از این خواسته های مادی و حیوانی یه خواسته های دیگری پیدا کنند.